این میدان مشکلات خودش را دارد. الله تعالی می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله گفتن راحت است، اما استقامت در مسیر ربنا الله مشکل است. من بحث را از نماز شروع کنم. امروز مشکل مسلمان ها در نماز صبح است. مسلمانی که قرآن تلاوت می کند، حدیث می خوانه، اما اذان را در صبح نمی شنود. اگر می شنود به اذان پاسخ نمی دهد. این راه بهشت است. این مسیر را شما با تلاوت قرآن و نماز با ذکر الهی تیش بکنید. کسانی که ربنا الله گفتن، نمونه ای من خدمت شما عرض می کنم. در زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه، وقتی قاصد را می فرستد به نزد پادشاه روم، قاصدش اونجا قدم می زنه، در اون شهر می گرده، میره در یک مسیری میبیند، صدای تلاوت قرآن مجید میشنود، نزدیک میشود، میبیند یک انسانی، یک مسلمانی چشم نداره، بینایی نداره، بینایی را از دست داده هست، اما دارد قرآن تلاوت میکنه، میایستد، عرض ادب میکند، اما اون مسلمان توجهی نمی کند. دو سه بار عرض ادب و سلام داره، اون مسلمان تلاوت را بس می کنه، چهره را بلند می کنه، میگه و انا بدارنا السلام. اینجا سلام از کجا؟ اینجا مسلمانی وجود نداره. این سلام پیام مسلمانه. این مسلمان از کجا آمده هست که به من سلام می دهد؟ خاصه عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه خود را معرفی می کند، من قاصد امیرالمومنینم، اینجا آمدم کاری دارم، اما شما چرا اینجا تنهایید؟ چرا بینایی ندارید؟ چرا در اینجا به تنهایی قرآن را تلاوت می کنید؟ سبحان الله، داستانی بسیار زیبا داره، الگوی برای ما در زندگی خودش داره. میگه من آمدم برای جهاد، اما به دست نصرانی ها، به دست رومی ها اسیر شدم، اما اونها چه کار کردم؟ به من پیشنهاد دادم. ای مسلمان، اگر نصرانی بشی نعوذ بالله، بهترین زندگی را در اختیارت میذاریم، بهترین مکانها را در اختیارت میذاریم، شما بیا از اسلام دست بکش، کنار برو. میگه من تسلیم نشدم، دو را در جلوی من گذاشتن، یا اسلام را رها کن و نصرانی بشو، یا دو چشمان شما را از شما میگیریم. شما کدام را انتخاب میکنید؟ میگه من انتخاب کردم چشمانم را بگیرید، اما اسلام را از من نگیرید. چشمان را بگیرید، اما نماز را از من نگیرید. چشمان را بگیرید، تلاوت قرآن را از من نگیرید. چشمان را بگیرید، با ایمان من کاری داشته نباشید، ارتباط من را با رب العالمین قطع نکنید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقامت می طلبد خصوصا علما. به تعبیر علما، امانتدار عقاید مسلمان ها هستند، امانتدار ایمان مسلمان ها هستند، علما مربیان فرزندان مسلمان ها هستند. مسلمان ها در اختیار تربیت علما قرار دارند. این ربنا الله گفتن تا آخرش، تا زمان مرگ ادامه پیدا